بسیار خوب را شما اشاره کردین و امی است که بسیاری دغدغه جوانای امروز که از اصل قضیه خبر نداره، اونا بسیاریشون تو فکر میکنه که مثلا بابا وقتی که در او شرایط نظر به ضروریت ها که مثلا او شرایع ماهنگی را به وجود آورد در خدمت داشتن، بعضی میگه خویی ابتکار دست خودی حکمتیار بودینی بابا را در خدمت داری چی قرار داشته. از جمله یک از آسالی یا یک کسی خیلی بد رقم هم نوشته بود، بسیار با توهین و تحقیر کنی ایتون نمیدد که تمامی برنامه از طرف حکمتیار بوده و بابا در او هیچ نقشی نداشته. و این حرف شما ایتون نشان میده که از نزدیک، من البته خود شخصا بابا را از نزدیک میشناختم، برای شخص خود میجی مسئله نیست، یعنی حتی من اگر در او جلسه که شما بودین برای من ایس کن سوالی خلق نمیشه، به خاطر که من خصلت های بابا را میشناختم و هیچ گونه در باره جایی که غرور مردم ما شما باشه در اینجا بابا هیچ وقت کتا نمیمیدم، ولی هم در باره هر شخصیتی که باشه چی در همینطور چی شخصیت های افغانستانی چی شخصیت های ایرانی. حتی امی در ارتباط همین موضوع میشه ای را بس داد و با ارتباط بابا با ایرانی ها این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این است که بابا با ایرانی ها ای طور نبود که مثلا خیلی کسایی که امروز از ارتباط بابا با ایرانی ها او بابا را مثل کسای دیگه فکر میکنه که از ایرانی ها به عنوان یک منبع امکاناتی استفاده میکنه و همیشه تحت قومانده یا مثلا تحت نظر ایرانی ها کار میکنه. بابا اینطور نبود. بابا در قسمت انقلاب ایران به عنوان یک شریک برخورد بکرد، نه به عنوان یک کسی که توقعی امکان داشته باشه که برای امکانات مثلا مطیع باشه. بابا این در حقیقت ما یک در یک نوشته هم ای را آورده بودم که در قسمت بابا واقعا جفا شد در مسائل ارتباط با ایرانیا. ایرانیا یک قسمت نقش بابا را در انقلاب ایران کتمان کردن. ما افغانستانی ها خصوصا بچه‌های هزاره این موضوع را به خاطر از اینکه چون نشان در ذهنشان این مسئله مطرح حل نمیشد که در اینجا، چون اونا بابا را با یک دید دیگه نگاه میکردن، فکر میکردن که اگر ما این موضوع را بپذیریم که بابا با ایرانی ها ارتباط داشته، چون او ارتباط بابا را مثل از این شخصیت های دیگه با ایرانی ها فکر میکنن که مثلا اینا بابا شاید از اونا دستور میگرفته یا مته از اونا بوده، مثلا متهشان بوده یا مثلا در جا، در حال که بابا اینطوری نبوده. بابا یک شخصیتی بوده که در ایران هم همینطوری که شما با حکمتیار صحبت کردیم، بابا حتی با شخصیت های ایرانی با بالاترین شخصیت هایش هم اونطور برخورد میکرده، هیچ گونه چی نداشته که مثلا پیش از اونا کم بیاره مثلا در اینجا، بخاطر چی که چون چیزی برای شخصی خود نمیخواست، اینی یک شخص برای مردم میخواست، کسی که چیزی رو برای مردم بخواه برای خود نخواه هیچ گونه به اصطلاح در قسمت تعارف هم با کس نداره، هم تو واقعیت ها رو میگه. به این لحاظ میگه من این موضوع رو که چه خیلی خوب شد که شما این موضوع رو مورد بحث قرار دادید که مسئله ارتباط با حکمتیاره، که از این نمونه ها زیاد است، چون خیلی کسا همین مسئله شورای هماهنگی برایش گنگ است، چون فکر میکنه که واقعا ابتکار عمل دست حکمتیار بود و بابا در اختیار حکمتیار، در حالی که نه، بابا نظر به شرایطی که وجود داشت غرب کابل در محاصره قرار داشت در حکمت، تنها یگانه گزینه ای که در اون شرایط وجود داشت همین مسئله شورای هماهنگی بود که نمونیش شما اشاره کردیم.
در این قسمت ما باز استاد پایداتش میکنم توضیح دیدیم از همون شمدیدهای خود. ما بعد از این که از اول جریان جنگ افشار و سقوط علوم اجتماعی خب میخودش یک جریان مفصل است از این میگذاریم، ممکن خیلی نوشته ها در این رابطه بنوان واقعیت ها شده. ما امروز در قسمت چمن ویتیری در قرارگاه جنبیش بودیم، در قرارگاه جنبیش بودیم، اما تپه نادرخان که نادرخان اینجا دفن است و او یک جای دیدی بود برای از ما که با دوربین از اونجا ما می دیدیم. ما پی هم پیگیر بودیم که چه قسم چی کنیم. همی آدم خودش با همی سرزوری و سرتنبگی که داره که تا آخرین لحظه هست و ای رو باید جبران بیکش از سر نکست، آیا نجات پیدا میکنه یا نه؟ مطمئن نبودیم که امروز استاد مزاری از علوم اجتماعی زنده بیرون شد و ای آخرین کسی بود که با یک دارتسنی این کنده پاره بود. موتر دارتسنی که سوار میشد یک موتر کنده پاره رنگی زرد داشت، از اونجا بیرون شد و وقتی که این بیرون شد شورای مزاری ها در فاصله 10 متریش قرار داشت در دام دروازه. وقتی که راکت کرد موتر دوم مورد اصابت قرار گرفت ولی ای از طرف راکت نجات پیدا کرد. بعد وقتی که این طرف آمد در قسمت غرب کابل و در پل سوخته در مدرسه آیت الله محقق کابلی اونجا قرار به خود را ایجاد کرد، دیگه اصلا تصوری نمی رفت چون جبه های ما نابود شده بود، نیروهای نظامی ما کلن، یعنی در واقع او کسی که در صحنه بود که هیچی و کسی که دور بودم متلاشی شده بود. در ظرف دو سه روز و جمله با یک سخنرانی در عمومی چوکی پلیس اخته پس دانست بسیار در ظرف سه روز جبهات خود را به وجود بیارد که از خط سیلو و دیوان دیگی و ایساها شروع شد. تنها تیموزنگ ناصر جای خود تا وقته این جبهات جدید بود که امروز بابک، البته ما در او سخنرانی نبود، ما در چراسی ها بودم، که امروز برای اولین بار و آخرین بار برای افشار بابک گریه می کنم. بعد خدمت شما عرشد که اینی در سه روز امی تشکیل را به شکل به وجود آورد که در سه روز با اون نابودی 90% که ما شدیم لپه مقاومت را بازی آدم به وجود آورد. و اونجا بود که من البته تشکیل شورای هماهنگی پیش از او بود، من برای از ما مخابره شد که برو حکمتیار رو ببین. علوم اجتماعی در اوشار سیلو سقوط کرده، جبهات از ما آمده، او وقتا در کوته سنگی و یعنی پلو سوخته و تازه سیلوم نبود، سیلو رو دو روز بعدش پس گرفت باشم. در اینجا تشکیل شده، من آمدم از قرارگاه جنبش از میکرویان در چهاراسیا شام آمدم در پیش حکمتیار. بعد وقتی که آمدم در مقر حکمتیار گفتم که انجینر سیب اینجا نیست، رفته یک جایی که بسیار وضعیت استراریست علوم اجتماعی سقوط.